در ادامه برنامه امروز همکارم ابتدا گزارشی از روزنامه‌های رژیم رو براتون داره و سپس نکته طنزی رو تقدیمتون می‌کنه. سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید. مهمترین تیترها و مطالب روزنامه حکومتی پنجشنبه 30 خرداد به انکارهای ترسان و هراس‌آلود مقامات رژیم در مورد نقش رژیم در انفجار نفتکش‌ها تو دریای عمان اختصاص داره. در کنارش تیترهای مربوط به برجام و هشدار مقامات غربی به رژیم در مورد تخطی و سرپیچی از برجام هم دیده میشه. موضع‌گیری متناقض روزنامه حکومتی در مورد برجام و FATF هم بن‌بست رژیم رو برجسته‌تر کرده. وحشت از فضای مجازی و حملات باندی حول برجام و مذاکره با آمریکا هم از مطالب دیگه روزنامه‌های پنجشنبه است. روزنامه حکومتی توی تیتراشون تلاش کردن سفر احتمالی سه وزیر خارجه ترویکا به ایران رو ناشی از ترس و نگرانی اونا، یعنی ترویکا، از اقدام رژیم در خروج از برجام جلوه بدن. اما توی متنای همین روزنامه حکومتی میشه ابراز وحشتشون از موقعیت رژیم و همینطور انزوای جهانیشو دید. جوان: اینکه وزرای خارجه سه کشور اروپایی میخواهند به ایران بیایند هیچ تعبیر و تفصیلی ندارد جز اینکه آنها ترسیدند که شاید این معطلی به نقطه پایانی خود برسد. و مدیران کل سه کشور اروپایی امروز در بروکسل برای بررسی آخرین وضعیت مناسبات با ایران جلسه برگزار می‌کنند. ظاهراً جمع‌بندی این جلسه سفر وزرای خارجه این سه کشور به تهران طی دو هفته آینده خواهد بود. سفری که لحن سخنان دیروز آنگلا مرکل نشان می‌دهد رویکرد آن ترکیبی از تهدید و تلاش برای نگه داشتن تهران در برجام است. تغییر لحن مرکل از اصرار به ماندن در برجام به تهدید به مواجه شدن با تبعات خروج نشان می‌دهد اروپاییان ضرب العجل تهران را جدی گرفتند. شواهد و قرائن حاکی است که وزرای خارجه سه کشور این سفر را برای متقاعد کردن ایران به ماندن در برجام تدارک دیدند. سناریویی که اگر عملی نشود به گفته مرکل ایران باید با تبعات آن روبرو شود. روزنامه آرمان هم نوشته برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که همراه با گروه بی نهایت تلاش خود را برای افزایش فشار تحریم و آغاز جنگ علیه تهران به کار بسته قصد دارد برای دیدار با مقامات ارشد سه کشور فرانسه، انگلستان و آلمان به پاریس سفر کند. او که در این مدت از هیچ تلاشی برای اجماع سازی علیه ایران دریغ نکرده میخواهد تا آخرین روزنه های امید برای حفظ برجام و پایبندی اروپا به این توافق بین المللی را از بین ببرد. یک دیپلمات اروپایی تصریح کرد صریح بگویم در بحث هسته‌ای تحمل ما صفر است. روسیه و چین نیز باید در این مسائل بیشتر حضور داشته باشند. روزنامه‌های باند ولی فقیه، باند روحانی در مورد برجام مورد حمله قرار دادن که یه نمونه رو براتون از روزنامه کیهان می‌خونم. بعد از گذشت 2 سال و 4 ماه از جمله معروف روحانی که در واکنش به منتقدان برجام گفته بود کلاه سرمان نمی‌رود، حالا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور لب به اعتراف گشوده و گفته است آمریکایی‌ها در برجام سرمان کلاه گذاشتند. و اما FATF کماکان موضوع کشمکش روزنامه‌های هر دو باند حاکمه. اعتماد: هشدار روحانی به عملکرد مجمع تشخیص در قبال لوای FATF در جلسه هیئت دولت. شعار مهم نیست، منافع ملی برای ما اهمیت دارد. شرق: بیانیه گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران جمعه صادر خواهد شد. FATF از دقیقه 90 گذشت. سیاست روس: انگار تدبیر و امید نمیخواهد درسی که در برجام گرفت را به عنوان عبرت بپذیرد، چرا که جناب روحانی روز گذشته در جلسه هیئت دولت گفت روابط بانکی بدون تصویب دو لایحه‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده به راه نمیافتد و دچار مشکل میشویم. اما جالب است که در داخل کشور نیز علاوه بر اصرار دولت بر تصویب و اجرای کنوانسیون‌های باقی مانده از FATF برخی دیگر نیز اصرار و اعتقاد دارند که باید ایران به سازمان FATF بپیوندد و همه کنوانسیون‌های آن را نیز اجرا کند، چرا که در صورت عدم پیوستن کامل به این سازمان باعث خودتحریمی خواهیم شد. روزنامه آرمان هم نوشته نکته مهمی که باید به آن توجه کرد و کمتر به آن پرداخته شده این است که اگر ایران تابع FATF بشود برقراری رابطه با بخش وسیع از نظام مالی بین المللی دشوار است، چون حداقل 14 سال است که
از بروز رسانی نظام بانکداری بین‌المللی فاصله گرفتیم و بانک‌های بین‌المللی در ساختار ترازنامه‌ای و تعهدات نظام بانکی تغییرات بسیاری انجام دادند. آن بانک‌ها تأکید می‌کنند که با بانک‌های کار خواهند کرد که آن تغییرات را اعمال کرده باشند. تکذیب هراس‌آلود و فرافکنانه منفجر کردن نفتکش‌ها توسط مقامات حکومتی توی روزنامه‌های هر دو باند در واقع بازتاب وحشت رژیم از واکنش جامعه جهانی به اقدامات تروریستی رژیم. روزنامه سیاست روز از قول روحانی نوشته: روابط نزدیک ما با آسیا، ژاپن و چین باعث شده که عده‌ای در همان روز که نخست وزیر ژاپن میهمان ما در تهران است، به دو کشتی نفتکش حمله کنند. جوانم نوشته: سه هدف آمریکا از اتهام زنی به ایران در حمله به نفتکش‌ها. و روزنامه رویش ملت از قول وزیر دفاع رژیم اینطور نوشته: اتهامات آمریکا علیه ایران در رابطه با نفتکش‌ها کاملا کذب است. خب دوستان عزیز، این بود مرور امروزمون به روزنامه رژیم. برنامه تقاطع رو ادامه میدیم.